رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر، روزتون سلام، بخیر. روز شما هم بخیر، بفرمایید. ممنونم آقای دکتر. من یه دو تا سوال کلی در از خدمتون داشتم، خواستم بپرسم که اولا اگه در اثر حالا اتفاقات مختلف خارج از کنترل در طول زندگی به آدم یه جوری سخت میشه، حالا از نظر عاطفی یا از نظر شرایط مالی و اقتصادی یا از اون مکانی که آدم دلش میخواد از نظر اقتصادی و شغلی توش باشه، نمیتونه توی اون مرحله قرار بگیره، احساس خلأ میکنه، یا همطور که گفتم مثلا از نظر عاطفی مجبور دور از عزیزانش زندگی کنه، چطور میتونه این مرحله رو در واقع بپذیره تو زندگیش، یه آرامشی تو ذهنش ایجاد کنه و اون سعی کنه این مسئله رو هر روز از مغزش بیرون کنه که مدام داره به این قضیه فکر میکنه و نمیتونه آروم باشه؟ نمیدونم این سوالم رو. من برمیگردم میگم به این دوست خوب و عزیز که شما میفرمایید خوش آمدید به دنیای واقعیت و طبیعت. یه طبیعتی درست کردن که اساسش ظلمه و بعدم همه چیزم که به وجود میاره از بین میبره. اینجا هم ما برای نه آسایش آمدیم نه سفارش بدیم برای اون بیارن. رستوران نیست عزیز، یه طبیعتی است، یه زندگی سخت و مشکلی است که درد و رنج تار و پودشه، محدودیت و محرومیت هست و بنابراین اگر یه کسی انتظار داره دنیا یه جور دیگه باشه، ما همچی دنیایی نداریم. به همین جد است که ما کوشش میکنیم یه جوری باش کنار بیاییم و بمونیم تا اونجایی که مطالعات علمی نشون میده از هر 10,000 تا موجودی که به این دنیا آمده الان 9,999 تاش در روی کره زمین وجود نداره، یعنی نتونستن خودشون رو با محیط سازگار کنند و از بین رفتن. بنابراین دست از این که من این محدودیت ها رو دارم یا این آسیبا رو دیدم یا این گونه بوده باید برداشت، بعدم اینا مال گذشته است. روزی که من گذشته رو نگه میدارم حال آینده رو خراب میکنم. مطالعاتی که در خصوص مسئله خوشبختی شد معلوم شد که دوتا عامل اصلی که مانع خوشبختی است، یکی زمانه، یکی مردمان. اولا اینکه ما خودمون رو به مردم ثابت کنیم و خودمون نیستیم، دوم زمانه که یا در گذشته این خشمگین و غمگین از گذشته یا نگران آینده و یا اصولا با مفهوم زمان برخورد درستی نداریم. بنابراین هر کدام، بعدم شما اومدید یه دری باز کردید برای محدودیت ها و محرومیت ها و آسیب های اقتصادی و روانی و احساسی و عاطفی و خانوادگی و فامیلی. چجوری میشه که دنیا همین عزیز؟ شما اگر نگاه کنید حتی باورای مذهبی داشته باشید، شما فقط از دل همه پیامبرانی که ما پیامبر یه دی میشناسنشون فقط فریاد بلند است که هیچ کس اینقدر ما رو اذیت نکرد، یا به اندازه من هیچ کس اذیت نشد، یا همه با این حسرت و درد از بین رفتن. تازه اونایی که یه ارتباطات خاصی داشتن، همچی دنیای ما نداریم عزیز. یعنی این من خاطرم از هفته این موضوع خیلی 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 کم کوچکیه. پسر بزرگ من کوچولو گفت من مرسر دوست ندارم. گفتم پسرم منم دوست نداشتم، بابای منم دوست نداشت، یه روز بچه‌م داشت باشه اونم دوست نداره. حالا آدم صبح میشه میره همین مدرسه‌ای که دوست نداره. من هیچ وقت دوست نداشتم، هر روزم آرزو میکردم یه اتفاقی بیفته من یه روز مدرسه نم، یه روز. بنابراین دنیا اینجوری عزیز، این که من بگم چی کارش کنم هیچی. حالا موردی که از همه برای شما سختتر و تلختر و بدتره که راه ها شما اون راه نمی کنید، اون شما راه کرده راه نمی کنید، اون رو چیه که میخواید هر روز به ذهنتون بیاری تو ببرید چیه؟ بله، همین موردی که الان شما اشاره کردید. البته من فکر میکنم گذشته رو کنار گذاشتم، ولی نگرانی آینده همچنان وجود داره توی زندگی من. مثلا برای چه چی؟ برای مثلا از نظر ارتقای شرایط مالی، شغلی، تنها اینا نگرانی داره؟ اینا نگرانی داره که من به جایی که 5,000 دلار داشته باشم 4,000 دلار خواهم داشت، به جایی که رئیس 7 نفر باشم رئیس 4 نفر خواهم بود، بعد بیام امروزم رو خراب کنم برای چیزی که تازه ما با تفاوتش فرقی نمیکنه. اصلا شما فرض کنید اون چیزی که شما میخواید 5 برابر بشه، لذتی که برای شما داره به اندازه 1/10 این رنجی که الان از اون نگرانی میبرید نیست. یعنی شما حالا که دیگه خرابترش کردید عزیز،
من قبلا فکر کردم یه اتفاقی افتاده، خب من پام شکسته، پام بریدن، حالا مسئله دارم، میفهمم، ولی من نگران اینم که در آینده چه اتفاقاتی بد بیفته. علاوه ما در دنیایی هستیم که یه واقعیت های وجود داره، این واقعیت های احتمالی داره، مهم اینه که تا حدودی اون احتمالات رو پیش بینی کنیم. ولی اگر من اومدم احتمال آینده رو که 5% کردم 50%، 10 برابرش کردم، رنجی که از اون به دست میاد رو چند برابر کردم، و یا بعدا خودم رو در مقابلش هیچ دانستم که هیچ کار نمیتونم بکنم، خب من با استرامم دارم یه دنیایی میسازم که وحشتناکه. همونطور که بعد مثال زدم، مورچه ها میشن مار، خب همیشه دنیایی، خب معلوم همه وحشت میکنن ازش، ولی من اینو ساختم. برای چی میسازید در ذهنتون؟ واقعیت اگر هست بترسید ازش. ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجی، انگزایتی یا استرا وقتی است خطر نه واقعی نه خارجی. به همینجاست که فیر یه چیز خوبیه، طبیعیه، سالمه، مفیده، لازمه، ضروریه، اصلا آدم بدون ترس میمیره. ولی اون چیزی که بده اینه که چیزی که ترس نداره رو ازش بترسن. شما سر چه موضوعی اینقدر حساسید در مورد آینده؟ شما اولا چند سالتون عزیز؟ من 50. خب ترستون از چیه؟ موضوع بدترین نگرانیتون یا استرابتون باید بگم، و یا احساس بدی که میکنی راجبه چه چیزی، مربوط به کی است و در چه زمینه ایه؟ من تقریبا میتونم دوتا مثال براتون بزنم. یکیش مورد همین مسئله ارتقاء شرایط بهتر در واقع زندگی از نظر مالیه، که بتونم مطمئن باشم به آینده زمانی که حالا پیر میشم میخوام تنها زندگی کنم. و دیگریش اینه که خب نه نه سب کنید سب کنید همینجا بیستید. ماجرای مادی، شما از کجا تلفن میکنید؟ از همین آمریکا. اوکی. شما در امریکا بر اساس وضعیتی که الان دارید با یه مشاور مالی، دیروز هم عرض کردم، میتونید قرار بذارید تا 120 سالگیتون زندگیتون تأمین و تضمین کنه، اون حداقلی که میخواید، به همین سادگی. برای یه نوع چیز برنامه ریزی وجود داره دیگه، مثل که شما میاد خونه 1,000,000 تومانیتون یا اتومبیل 20,000 دلاریتون بیمه میکنید برای یه اتفاق بزرگی، یه پول کمی از شما میگیرن ولی اونو تضمین میکنن، ارزشش رو داره برای یه آدم نگرانی مثل شما. درسته. خب پس اون شد. بعد اگر در مورد مسائل، مثلا مسائل عاطفی، اینکه شما مجبورید دور از عزیزانتون زندگی کنید، اینکه بعضی وقتا میشنویم بقیه میگن خب حالا خدا رو شکر که مثلا نه من خدا رو شکر من نمیگم، دور از عزیزانتون اولا میخواید زندگی نکنی، اگر نمیشه خب وقتی نمیشه که نمیشه. بعد از اون ببخشید منو، نمیخوام اذیتتون کنم، 90% آسیبای ما و گرفتاری های ما و بیماری ما از عزیزانمون بوده. این عزیزان که اینقدر، اول بسیار از اوقات ممکنه در حسرت بودن با اونا باشیم، ولی اگر من به شما بگم بیش از 100 بار تو خط رادیو رو عرض نمیکنم، تو کار تراپی آدم ها با چه اشتیاقی خواستن خواهر برادر پدر مادر رو ببینن، بعد از 2 دقیقه که اونجا رفتن فرگن جب غلطی کردیم آمدیم. بله اینم درسته میفرمایید. خب اینا واقعیت هست، ولی اگر شما دلتون میخواد مجلس ختم و یاد بود و نمیدونم غم و غصه و گریه و اینها را بنسید، خب یه دار خبر کنید، حلوان بدید میام. میشین همینجوری زار زار، همینه که بهانه بسیاری از مردمه که عزاداری میکنن دیگه. ما ملت همیشه در صحنه عزا از همین جایی دیگه، برای که فرصت بهانه پیدا کنیم برای داشته ها و نداشته ها، و یا نگرانی برای از دست دادن داشته ها. نه شما زمینه خفیف استراب رو دارید. بعدم ببینید عزیز، من چون بارها هم تو ایران هم روی اینجا سر کلاس می نوشتم برایش زندگی بسیار سخت و مشکل، life is very difficult، و این واقعیت رو باید دونست. حتی من وقتی که دوستان ازدواج میکنم میگم بذار صبر کن، اقلا 100 بار این بچه تا بزرگ بشه هرچی بشه به قول معروف هوری دلت میریزه از وحشتی که میکنی به خاطر احتمال یا اتفاقی که افتاده یا میتونه بیفته. به همین سادگی زن و مرد این میدانی، ازدواج کن بچه دار شو، نیستی نکن. چرا عرض میکنم اگه نمیتونید طلاق بگیرید بی خود میکنید ازدواج میکنید، اگه نمیتونید بیزار این حرف ازیه در ازیت میکنه، ببخشید منو، بچه‌تون بمیره نمیتونید زنی کنید، بچه بچه میارید، آدم که نمیاد خودشو آویزون یه چیزی کنه که این نبود نابود بشه.
برای اصلا چرا باید اینجوری فکر کنیم؟ بله خیلی سخته ولی اینجوری فکر کنیم. خب برای چی؟ همجد است که من کی گفتم زندگی ساده؟ شما یادتون اولین جمله من چی بود که می نوشتم؟ پاش ایستادم عزیز، خیلی سخت و مشکله، خیلی بد درستش کردن. من خاطرم از یه روز تو ایران سر کلاس از این حرفا می زدم، یکی از اون دوستانی که اونجا نشسته بود خانومی هم بود با یه شرایط خاصی، برگشت گفت استاد اون دنیا که برید جواب خدا رو چی میدید؟ گفتم من اگر برم اون دنیا دستم به خدای تو برسه من یه چند تا سوال ازش دارم. اونه که باید به سوالات من جواب، آخه این چه دنیایی درست کرده؟ اصلا کون و فساد اولا درست میکنه بعد همه رو نابود میکنه. طبیعتی ساخته که دو سوم حیوانات برای یه روز زنده باشن باید یه حیوان یا حیوانات دیگر بکشن بخورن. من همیشه عرض کردم این نهنگا 10,000 تا ماهی میخورن بر سال، 10,000 تا برای که یه روز لعنتی زنده باشه. خب همچی دنیایی بعدم همه چی درست شده خراب میشه، ما رو میسازن به یه جایی میرسونن یه فهمی شعوری درکی ذره ذره همش ازمون میگیرن میگیرن میگیرن، آخر کارم میمیریم میریم تمام. خوب درستش نکردن، من نمیدونم این بعدم تازه اینی که از خودشم تعریف میکنه که احسن الخالقینه، یعنی دیگه بهتر از این نمیتونست خلقت درست کنه. من امروز کفر بگم حتما امروز یه چیزی میشه، میدونید شما من ببینید به چه کارهایی وامی دارید. شما اصلا زمینه رو فراهم میکنید برای که من مستقیم برم به قعر جهنم، جهنمی که بودم، برم به قعر جهنم پا تو کفش خدا کردن. نه بد جوری دنیا رو درست کرد، البته خودش هم از دست خودش عصبانی بود ها. تو شما نگاه کنید به تورات، بعد از اینکه هابیل و قابیل هم دیگه یکشون میزنه و یکی میکشه و از دست پدرش فرار میکنه، باورم کنید خیلی حرف عمیق و سنگینه و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی گفت عجب دست گلی ها به من چه خلقتی بوده انجام دادیم. بعدم اصلا پشیمون شد و محزون شد، غمگین نشست، گفت ای بابا شما فکر کنید دو تا آدم آورد تو بهش، یه دونه آدم آورد تو بهش متوجه نبود این تنهاست. آدم رفت گفت خدایا من تنها، گفت خب یکی دیگه خلق، گفت نه. آدم حسود گفت نه، گفت از تو رو به خواب میبرم از دنده چپت هوا رو درست کنم. نمیدونست این چه بدبختیه، از دنده چپش هوا رو درست کرد. بعد بهشون خود خدا تو بهش برگشت گفت مبادا برید از اون درخت بخورید، گیاه بخورید، میوه بخورید، نمیدونم گندم بخورید، آ قربونت برم خدا درخت رو میبرد یه جای دیگه. اصلا خوردن ان چه اشکالی داشت؟ برای نمیخواستی تو که خدای دانایی زبن دورش میبسی کسی نزدیکش نتونه بشه. امروز مردم میتونن از چیزی که دارن محافظت کنن، تو اونم نتونستی. بعدم یه دفعه مار رو راه بندازی که حرف بزنه، حالا این مار حرف زن تو بهشتم جالبه، بره هوا رو گول بزنه، بعد هوا بره آدم خر رو گول بزنه، بعد دوتایی برن اونو بخورن، خدا بعدن عصبانی میشه یک اردنگی بزنه بگه برید گمشید رو کره زمین، بعد اینا بیان دوتایی یه دفعه متوجه بشن ای بسا عریانن، بعد رابطه جنسی برقرار کنن، دو تا پسر بیارن یکی هم بزنه اون یکی رو بکشه. حالا بگذریم از اینکه بعدن یادش میره نسل چجوری درست شد، ولش کنیم. حالا شما ولی رو خط رادیو به من میفرمایید که من به آینده فکر میکنم یا در گذشته، ول کنید عزیز، من باور کنید حاضر نیستم. و یعنی اصلا برای من گذشته خوبم بیمعنیه، چه رسه به بدش. آینده هم هرچی شد برای هر وقت اتفاق افتاد یک کاری براش میکنیم، نشدم نشده. شما هم لطفا از این فکر نکنید. شما شغل و کارتون چیه؟ من تو مدرسه کار میکنم. خب بزرگ بشید خانم، بزرگ بشید. از آقای دکتر من یه سوال از خدمتون داشتم، یه سوال دیگه در همین زمینه تقریبا. اول اینو خدمتون بگم که یه اطلاعاتی راجع به من به طور پیش زمینه ای داشته باشید. این که من کلن زندگیم از بچگی همیشه سخت بود، یعنی مثل بقیه توی خانواده راحت دنیا آمده باشم برم درس بخونم کار کنم ازدواج کنم، اینجوری نبود. ولی تو همه شرایط سعی کردم که خودم رو تو موقعیت خوبی نگه دارم و کاری که لازمه تو اون دوره انجام بدم انجام دادم. سوال من الان از شما این آقای دکتر که چرا من، حالا چرا شاید خیلی مهم نباشه، ولی من با ترمز روانی زندگی میکنم، اونی که شما همیشه اشاره میکنید، و اجازه به من نمیده که ریسک کنم و خودم رو از اون موقعیتی که هستم بالا بکشم تو زندگی. یعنی سعی نمیتونم این کار رو بکنم، میترسم از این که یه ریسکی بکنم الان نکنه اون چیزی که الان هست و موقعیتی که الان دارم و از دست بدم. من چطور میتونم پامو از روی این ترمز روانی بردارم؟ چون واقعا فکر میکنم اگر این کار این ترمز رو ول کنم شاید اوضاعم خیلی بهتر از اونی که الان هست بشه. آخه در اینجا دو تا مطلب متفاوت مطرح عزیز. اولا معلوم نیست صلاح شما این است که پاتون از اون ترمز بردارید، چون برخی از اوقات یه مقایسه ای تو این مسائل هست
من پامو از رو ترمز بردارم توی سرازیری باشه سر پیچ نتونم بپیچم وقت میتونم کشته بشم. نه ببینید، دقیقاً. برگردیم سراغ بچگی. من و شما در کودکی مهمترین مسئله این است که در یه محیطی باشیم که از امنیت و آرامش برخوردار باشیم و یه چیز مخصوصا بین 1 تا 3 سالی که ما بدن اونم آزادی، یعنی به ما اجازه بدن هر کار دلم خواد بکن، تا من و شما این پروبار رو پیدا کنیم و پرواز کنیم. ولی اگر کنار ما نشستن از ترس و وحشت و نادانی خودشون دونه دونه پرای ما رو کندن، بعد ما تبدیل میشیم به یه مرغ خانگی که معمولا 3 گونه ایم. یا فقط قدقد میکنیم، یا فقط تخم میذاریم، یا هر دو. و هم میرسیم بسیار این گونه، و شما یه جوری در این زمینه اونو میسازید. ولی اگر من توی خانواده بزرگ شدم که از امنیت و آرامش برخوردار بودم، اون فرصت دانایی و مهربانی در پدر مادر من بوده، همین دوتا صفت امکاناتی داشتن به من فرصت دادن حرکت کنم. حالا من اگر تو زندگیم 100 تا کار کردم که دیگران خوب ندونستن یا منو تنبیه کردن، من به این نتیجه رسیدم که کاری نکنم، ابتکاری نداشته باشم، حرکتی نکنم، دنبال راه حلی نکردم. همینقدر که من گفتن نه، با اولین نه بیستم، با اولین خطر متوقف بشم. یه زمانی است که نه، محیط من امن و امان بوده، آزادی رو من دادن، اشتباه منو بخشیدند، اگر شکست خوردم اون رو پل پیروزی بعدی برای من کردند یا به من گفتند. بنابراین من تو زندگی آماده ام برای چالش، برای مبارزه، برای به دست آوردن. این رو همه جا نشون دادم، سر کلاس هم نشون دادم، تو زمین ورزشی نشون دادم، توی یه گفتگوی خانوادگی یا دوستانه یا حتی برخی از اوقات مخالفت نشون دادم. بنابراین من یه آدمی هستم که بودم و تا حدود زیادی ارزیابی که از دنیا کردم همراه با واقعیت بوده و مسئولیت بوده و اخلاق. در نتیجه نه منو گرفتار استراب کرده، نه منو به ضرر و خطر انداخته مثل هر چیز دیگه. درست مثل اینکه فرض کنید شما یه سرمایه گذاری میکنید، این سرمایه گذاری حساب شده است بر اساس اون چیزی که اطلاع و آگاهی، احتمال خطا و اشتباهش 2% 5%، در حالی که اگر بی هوا این کار رو بکنید احتمالش میتونه 100% باشه. به همین جاست که خیلی از کارها مثل مطلب اولی که اشاره کردید یه راههایی داره که با گرفتن کمک آدم میتونه خطر و ریسک رو به حداقل و سود رو افزایش بده. اما اینکه من فکر کنم تو زندگیم خودم رو با ترمز روانی زندگی میکنم، ولی معلوم نیست، بسیار از اوقات باید این گونه عمل کنم. یعنی قرار نیست من پام رو از این ترمز بردارم، برای که در سراشیبی هستم، در شرایط نامناسبم، سرعت به اندازه کافی زیاده. یه زمانی هست که نه، حق با شماست، شما همه دارن با سرعت 40-50 کیلومتر مایل رانندگی میکنن، خطری هم نیست، شما در 10 مایل میرید حالا میتونید بگید من پام رو ترمز گذاشتم. اما مسئله من جمله بعدیتونه که منو نگران میکنه، و اون جمله بعدی شما این است که اگر بردارم من میتونم به یه جایی برسم. کی گفته اونا کار درستیه؟ کی گفته اونا اصلا ارزشش رو داره؟ کی گفته اونا بی ضرر و بی خطرن؟ چرا شما فکر کنید بقیه میرسن شما نمیرسید؟ یعنی خودتون تو چه زمینه ای فکر میکنید اگه ترمز رو بردارید چی میشه، کجا میرید؟ تو هر زمینه که دلتون میخواد. چون شما به نظر من تنها چیزی که یه مقدار توجه و تاکیدتونه، من نمیدونم فرزند چندمی کجا قرار دادید، مسئله شغل و درآمد و جایگاه و پایگاه اجتماعی، و این نشون دهنده یه نوعی از میل به، حالا بگم، برتری، مسابقه است، بردن، برجسته بودن، شهرت، همه اینا میتونه باشه. ولی من متأسفانه نه وقتی اونقدر دارم، نه الان فرصت اون است. یعنی چه چیزی شما فکر کنید پاتون تو چه زمینه ای، برای که وقت کمی داریم، رو از کدام ترمز باید بر می داشتید، یا الان اگه بردارید شاید فواید داشت باشه؟ چی مثلا؟ مثلا همین ریسک کردن، این که بگم از این شغلم بیام بیرون برم سراغ یه شغل دیگه. بنابراین حساب شده؟ نه، سب کنید. من به راحتی میتونم بگم از 100 نفر که این سوالو دارن، در 2 ساعت یه آدم آگاه میتونه به احتمال بیش از 95% بگه بیاد بیرون یا نه. این که احتیاج نداره آدم شک کنه. بله، این مطلب که شما میفرمایید درسته، ولی چون شما فرصت نداری من نمیخوام خیلی وارد بشم. آخه ولی نداره عزیز، شما در مورد شغل و کارتون نمیخوام، اگر دلتون میخواد میتونید مطرح کنید. شما یه شغل و کاری دارید، یه سنی دارید، یه شرایط دارید، یه بازاری دارید، بیاد بیرون. اگر دلتون خواهد حتی همینو بگید. شما الان شغل رو، اولا چند سالتونه شما؟ من 50.
فرمودید، مثل من فراموشم، ببخشید. شغل و کارتون چیه؟ من تو مدرسه کار میکنم، دیرکتر مدرسه هستم، کار البته اسیستم. میخواید چی ولی کار کنید؟ آقای دکتر، موضوع اینه که موقعیتی که الان من توش زندگی میکنم، شرایط جایی که دارم زندگی میکنم، خیلی چیزی نیستش که مطلوب زندگی من باشه. من 5 سال مهاجرت کردم به آمریکا و فکر نمیدونم که اگر مثلا کلا همه اینا رو عوض کنم، برم یه جای دیگه، آخه اصلا شما من بفرمایید، همه ببینید همینجا نصب کنید چون وقت کمه. شما در 45 سالگی برای چی مهاجرت کردید؟ داستانش طولانی نه آقای داستان دکتر. نداره. نه نه نه، ببینید عزیز، داستانش میتونه طولانی باشه، ولی داستان این است که اینا سن مهاجرت نیست مگر در مسیر اجبار و فرار. بله همینطور بود. حال خب اگه مسیر اجبار و فراره، شما چه انتظار دارید که یه آدم فراری و یه آدمی که مجبور شده به پذیرش چیزهایی خوشحال و راضی باشه؟ هیچ کس نیست. هیچ کس که از یه جایی فرار کرده خوشحال نیست، خوشحال از اینکه از اونجا بیرون آمده، ولی این انتخاب خودش نبوده. آدمی که اجبار داره که هیچ وقت خوشحال نخواهد بود عزیز، حتی این من شما رو اجبار کنن به خوردن یه چیزی غذایی. خب آقای دکتر، الان تو این شرایط چجوری باید آدم زندگی کنه که احساس اون آرامش رو حداقل داشته باشه؟ یه احساس مرتب آرامشه که چی؟ نکنه که ازم باید واقع بین بود. احساس آرامشه در چی؟ اون چیزی که آرامش رو به شما، فرضتون بر اینه که من به جای اینجا باید یه جای دیگه بودم. نه، یه آدمی که در 45 سالگی مهاجرت میکنه نمیتونه یه جایی باشه که میخواسته، مثلا وقتی اجبار و فرار درش بوده. آمده اینجا فعلا مسئله سروایول عزیز، زنده ماندن، حتی زندگی کردن نیست، چرا به اینکه خوب زندگی کنه. یعنی همین اطلاعات کمی که شما من میدید اصلا یه همچین انتظاری دور از واقعیته. نارضایتیتون رو میفهمم، یه حد اقلی از نارضایتی هم همه دارند، اشکالی هم نداره، ولی بعدا که حالا فرصت بعدی چیه؟ یعنی من الان کجا ایستادم عزیز؟ من اینو بارها عرض کردم، با بچه هام که میرفتم بیرون، اگر ما کنار دریا بودیم میگفتن باید میرفتیم پارک، حرف من این بود که باید کجا میرفتیم تموم شد. الان بگید کجا میخواید برید، میخواید اینجا بمونید یا میخواید برید پارک؟ یعنی میخواید برید پارک، برید سوار ماشین بشید ببرمتون. به من راجب گذشته حرف نزنید. الان هم دارم به شما میگم، شما راجب گذشته و من صحبت نکنید. الان چه گزینه هایی در مقابل شماست؟ یعنی آپشن هایی که شما دارید کدامه؟ اگر کمه یا نیست یا چیزی توش نیست یا اونقدر فرقی نمیکنه، که من قرار نیست برای چیزی که نمیشه که حرکتی بکنم عزیز. ما تو زندگیمون یکی از موضوعی مهم پذیرش، اکسپتنس، که واقعیت رو بپذیریم، هر اندازه سخت تلخ بده. ما که به جنگ واقعیت که نمیتونیم بریم، من که نمیتونم بگم اینجا امریکا نیست، ایرانه. آی دکتر، چطور میشه متوجه شد که اون که شما فرمودید که گاهی وقتا پا باید روی اون ترمز بمونه، چطور میشه متوجه شد که سر هر موضوعی بگید، حتی من تو 5 دقیقه به شما میتونم بگم گاز بدید یا ترمز بگیرید. یعنی ازم این اصلا مسائل عجیب و غریب و پیچیده ای نیست. خوشبختانه ما تو دنیای تخصصیم، بگذاریم از اینکه غالب اوقات خودمونم میدونیم. برای که ببینید عزیز، مسئله اصلی و اساسی چرا من میگم انسان متعادل تکاملی است، یعنی ما از یه طرف باید پامون رو زمین باشه، تعادل رو حفظ کنیم، از جانب دیگه باید سر بر آسمان داشته باشیم. آدم متعادل فقط یه حیوانه، یعنی اون همون ایکولیبریم و بالانسه که تعریف حیات برای موجودات. انسان تکاملی است. به همین جسم وقتی میرم کلاس اول، بعد از اینکه درس کلاس اول یاد گرفتم اونجا نمیمونم تا آخر عمرم، میرم کلاس دوم که درسشو بلد نیستم. چرا؟ ولی پایم رو درست کردم، تعادل یک و داره اومدم دو، دویی که از اوتش برمیام، حالا بعد از دو میرم سه. این واقعیت هم جهان هم سلامت روانی انسانه. به همجز که من انسان سالم رو متعادل تکاملی میدونم. این اصطلاحی است که به نظر من به انسان سازگاری و هماهنگی داره. حالا شما پاتون روی زمین باشه، حرکت کنید. درست پس که شما من میفرمایید دنبال یه شغل دیگه، اولین حرف این است که اینو رها نمیکنید تا زمانی که اون رو پیدا نکردید، تا حدودی که شرایط اجازه میده مطمئن نشدید، از اینجا بیرون نمیاد، برید اونجا. به همین سادگی. دوم به من میفرمایید که من برای رفتن به اونجا احتیاج به یه مقدار آموزش و آگاهی دارم، یه دوره 2 ساله باید طی کنم. میگم اگر با توجه به وقتتون و انرژیتون و فرصت دارید این دوره 2 ساله رو طی کنید. میگید نه، اون یه کار فول تایمه، من اینجا کار میکنم. میگم 3 ساله و 4 ساله طی کنید.
و پاسخ شما هر چی میتونه باشه بر مبنای میشه حرف زد. یعنی این موضوع ها خوشبختانه موضوع های واقعی آخر کار حتی عددی هستند عزیز، عددی. یعنی آخر کار به شما میگن این 32 اون یکی 67، تکلیف روشن کدام انتخاب کنید؟ همین گونه که آدم روبرو میشه، خب در مقابل درست پس که شما برید توی رستوران میگن 20 جور غذا داریم، شما با توجه به ترجیحتون نوع چیزایی که میخواید یا حتی نگاه کردن سراغ دیگهای غذا رفتن تصمیم میگید. همون چیزی که مردم تصمیم میگیرن وقتی که فرض کنید سلف سرویس توی مهمونی که چند جور غذاست انتخاب میکنن، غالب اوقات بعدش پشیمون میشن یا برخی از اوقات زرنگی میکنن، قاشق ظرف رو برمیارن دیگه دیگر میبرن، یا از اول فقط همه رو میچشن امتحان میکنن، اگر چیزی خواستن دوباره برمیگردن. یعنی یه راههایی برای این وجود داره که انسان با حداقل زحمت یا رنجی که میکشه حد اکثر رو ببره. قاعده کارم همینه. بنابراین اصلا مسئله پیچیده ای نیست، ولی روزی که نمیشه باید پذیرفت عزیز. تمام هنر زندگی در اینه که من چه چیزهایی رو میتونم عوض کنم برم عوض کنم، چه چیزهایی نمیتونم عوض کنم اصلا دست از سرش بردارم. اینکه من صبح تا غروب بگیرم بشینم درباره قدم فکر بکنم چیزی که براش هیچ کاری نمیتونم بکنم، که فقط نشانه خودخواهی، نادانی و بیماری منه. به چیزهایی که براش کاری نمیشه کرد، برای اون چیزهایی که میشه کاری کرد من و شما قرار اقدام کنیم. ولی واقع بینانه اینا رو گفتم، حتی دیگران میتونن به شما بگن. گفتم شما دلتون میخواد دفعه دیگه گزینه های کاریتون رو، نه اینکه علاقه به این دارم، این رادیو هم خیلی مناسب اون کار نیست، برای که برای دیگران شاید، ولی میخواید به راحتی میشه ارزیابی کرد صلاح شما چه هست. یعنی آدما دائما در مثلا یه موردی رو من الان خدمتتون بگم، حالا مربوط به دقیقاً کار نمیشه، ولی مثلا این موردی من این شهری که الان زندگی میکنم، خب هیچ بگم دوستی فامیلی، نه که دوست ندارم، به هر حال با یه سری آشنا شدم، ولی از افرادی که از قبل میشناسم، دوستان قدیمی که یه شهر دیگه یه استیت دیگه میشناسم که اونجا زندگی میکنه، ایشون من پیشنهاد میده که حالا بیا اینجا با هم زندگی میکنیم تو شهر ما، باش اونجا یه جوری تنها تنها. نه نه من شما تکلیف روشن عزیز، اولا خود این یه ارزشی داره دور دوستان و عزیزان و آشنایان بودن، این یه ارزشی داره، مثل اینکه بگن 10 تومن 10 20 یعنی قیمت داره. دومی که کار پیدا کنید حتما برید، ولی نمیتونید برید اونجا بعدن دوباره کار بگردید. بله خب الان همین موضوع ذهنی منه که من الان اینجا بالاخره یه کاری دارم، یه خونه‌ای دارم، یه نه 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 اون بحثو نکنید، اصلا هیچ معنی نمیده. خب کاری دارم، خونه‌ای دارم، اصلا بحث ما نیست. ببین همینجا اشتباهه. عرض من این است که اونجا یه چیزی اضافه داره که شبکه دوستان و آشنایان ارتباطاتتونه و این برای شما با ارزشه، هر ارزشی که داره. اگر کار پیدا کنیم میشه اینجا خونه زندگی، کار اینا که چیزی نیست عزیز. خونه که فقط یه مقدار نمیدونم آجر و سیمان روی هم اصلا معنا خونه نداره. هم که نخریدم من دیگه بدتر پایگاهی برای عزیز من دیگر. اصلا پایگاه مایگاه نداریم عزیز من، شما میخواید حمله کنید به یه مراکزی. ببینید یه چیزایی میگید که انگار مثلا کماندوهای مثلا ارتشی هستید در یه جنگ جهانی، پایگاه و جایگاهی درست کردم و سکوی پروازی است که در حال حرکت. شما قبلا منو به زحمت انداختید کفر گفتم، من منتظرم که خدا یه بلا سرم بیاره. دوستداران شما و اونایی که به این برنامه گوش میده الان دارن به من فحش میدن. مطمئنم از این بابت هم خوشحالم، و قدر نفرین اونا شما رو بگیره تا شمایی که منو به زحمت انداختی. ببخشید ولی آیدا تو واقعا فکر من، یعنی این چیزی که تو ذهنم من همیشه این به نظر من فکر خوبیه. من شغلی دارم، چرا الان این موقعیت رو به هم بریزم برم دوباره؟ نه 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 شلوغش نکنید عزیز من، عزیز من هیچ کس نگفته موقع به من میگن تو داری نهار رو تو میخوری، این نهاری که تو میخوری یه نهار خوشمزه تری از ذره تو وجود داره اون ور، این که بذارم برم اونجا من نهارم رو رها کرده زن پت و پلو چی سرم میکنید. من دارم مشخص به شما میگم اون دوستان و عزیزان شما برید تو بیایید تو براتون کار پیدا کنه، پاشید برید تا پیدا نکردن همینجا بر پایگاه و جایگاه بزرگوارانه خودتون بایستید. بذارید منم برسم به کارم، برای که با آخر وقت رستم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از برنامه خیلی خوب.